دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه همچنین قبلا اعلام کردم دکتر خشایار شجاعتی روی خط تلفن داریم که سوالات این هفته اقتصادی ازشون بپرسیم. جناب شجاعتی، با سلام و تشکر فراوان شکرم در این برنامه. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی متشکرم، مرسی. جناب شجاعتی، سوال در ارتباط با آمار کاری که هفته گذشته بیرون اومد و بسیار ناامیدکننده بود. از یه طرف فقط 74,000 تا کار پیدا شده بود که گویا بدترین آمار بود در 3 سال گذشته از این نظر، و نکته بسیار نگران کننده در ارتباط با لیبر پارتیسیپیشن یا مشارکت کار بود که توی 35 سال گذشته پایین‌ترین حد رو داشت، یعنی از سال 1978. دلیلش چی هستش و چه اتفاقی داره توی بازار کار میفته؟ واقعا چقدر پایین این آمار؟ حالا عرض کنم به حضورتون که خبری که راجع به مسئله اشتغال و کار منتشر شد در واقع همه را غافلگیر کرد. دلیلش هم این است که همیشه قبل از اینکه وزارت کار خودش آمار مربوط به اشتغال به ماه را منتشر کنه، یه مؤسسه هست به اسم ADP. ADP کارش اینه که چک‌های حقوق را که مردم میگیرن هر جا کار میکنن و بهشون حقوق میدن، اینها رو پروسس میکنه و بر اساس اطلاعاتی که اونجوری جمع میکنه پیش بینی میکنه که در ماه چقدر کار ایجاد شده. و معمولا آماری که منتشر میکنه، مگر در موارد خیلی استثنایی که اختلافش زیاده با آماری که خود وزارت کار منتشر میکنه، کم و بیش نزدیک هستن به هم دیگه. روز چهارشنبه گذشته ADP پیش بینی کرده بود که در ماه دسامبر 238,000 تا کار جدید ایجاد شده. منتهای مراتب و تا بدبینانه ترین آدم ها توی وال استریت که اصلاً به وضعیت کنونی اقتصادی امیدوار نیستن و فکر میکنن اوضاع بدتر هم میشه، اونها هم حدسشون بر این بود که حداقل در ماه دسامبر 120,000 تا کار جدید ایجاد شده. منتهای مراتب همونطور که خودتونم فرمودید، روز جمعه که وزارت کار آمار منتشر کرد فقط 74,000 تا کار جدید ایجاد شده بود که بدترین بود از ژانویه سال 2011 تا به الان. نکته‌ای که هست درش، همونطور که حتما توجه فرمودید، درصد بیکاری که در ماه نوامبر اعلام کرده بودن پایین اومده و به 7% رسیده، در ماه دسامبر بر اساس آمار وزارت کار شده 6.7%، در صورتی که در آمریکا برابر با دقیق‌ترین اطلاعات ممکن در ماه حداقل باید 150,000 تا کار جدید ایجاد بشه، نه برای اینکه کسانی که بیکار شدن برگردن سر کار، صرفا به خاطر کسانی که تازه وارد بازار کار میشن و میخوان دنبال کار بگردن. برابری رقمی که منتشر شد نه تنها مسئله بیکاری رو حل نکرده، بلکه طبیعتاً بر اساس اطلاعات موجود 70-80,000 نفر دیگه هم به تعداد بیکارها اضافه شده. منتهای مراتب باز نکته جالبش این بود که درصد بیکاری رو اعلام کردن، از 7% اومده پایین، رسیده به 6.7%. طبیعتاً سوال باید قاطعاً مطرح بشه که چرا موقعی که کار تا این اندازه کم ایجاد شده و تعداد بیکارها طبیعتاً زیاد شده، چرا درصد بیکاری اومده پایین؟ دلیلش این هست که باز بر اساس اطلاعات خود وزارت کار در ماه دسامبر 374,000 نفر دیگه بریدند و از بس گشتن و نتونستن کاری پیدا کنن دیگه دنبال کار نمیگردن. و به شیوهی که وزارت کار بیکاری رو محاسبه میکنه، اگر کسی بیکار باشه ولی فعالانه دنبال کار نگرده، ولی بیکار محسوب نمیشه. به همین دلیل چون تعداد خیلی خیلی زیادی از بازار کار خارج شده بودن به این ترتیب، درصد بیکاری اومد پایین و رسید به 6.7%.
نکته بعدی که جای تأمل داره این است که معمولا ماه دسامبر این دو ماه آخر سال، یکی نوامبر یکی دسامبر، و مخصوصا ماه دسامبر به خاطر اینکه دو تا تعطیلات خیلی بزرگ برمیخوره، یکی مسئله کریسمس، یکم سال نو، که مردم خب طبیعتا در تدارک کریسمس و سال نو شروع میکنن خرید کردن و خرج کردن، و به همین دلیله که در ماه دسامبر بیشتر کمپانی های آمریکایی، مخصوصا اونهایی که در بخش ریتیل یا خرده فروشی هستن، مثل دیپارتمان استورها و فروشگاه های اینطوری، حتی اگر شده موقتا تعداد زیادی آدم استخدام میکنن، و طبیعتا همیشه ماه دسامبر بالاترین درصد اشتغال را داره و اینها، ولی این بار برخلاف انتظار همچین اتفاقی افتاد. تنها نکته ای که شاید دلگرم کننده باشه در دل این اخبار بد این که ماه دسامبر آب و هوای خیلی بدی را به صلاح آمریکا به خودش دید و سرمای خیلی شدید، و به نتیجه ارزیابی بر این است که فعالیت‌های ساختمانسازی به خاطر برف و بارون و سرمای خیلی شدید یا کلن خیلی خیلی متوقف شده بوده، اصولا در واقع کم شده بوده، اینها همین هم باعث شده بوده که همچین وضعیتی پیش بیاد. از طرف دیگه همونطور که گفتید ضریب مشارکت نیروی کار Labor Participation Force که اشاره میکنه به تعداد کسانی که یا کار دارن یا فعالانه دنبال کار میگردن، این مجموعه رو میارن زیر این مقوله و به اسم نیروی مشارکت کار ازش صحبت میکنن، رسید به 62.5% در واقع که پایین ترین آمار هست، درصد اشتغال هست به این فرم از سال 1970 تا به الان. بعد نکته بعدی که تو این اوضاع احوال کمی ایجاد دلنگرانی میتونه بکنه این است که میبینیم فروشگاه میسیز که در میان این دپارتمان استورها بالاترین فروش را داره در سالهای اخیر، 2500 نفر را تصمیم گرفته اخراج کنه. از طرف دیگه کمپانی کامپیوترسازی دل که یکی از بزرگترین در واقع فروشندگان کامپیوتر پی سی است توی آمریکا، اونم اعلام کرده که امسال از کسانی که در بخش فروش و بازاریابی سیلز اند مارکتینگ کار میکنن 20% تو آمریکا بیکار میکنه، 30% توی اروپا. رقم ندادن که چند نفر رو بیکار میکنن، گویا جمعاً حدود 113,000 نفر در دنیا، آمریکا و خارج از آمریکا، برای دل کار میکنن. موقعی که مؤسسات این شکلی همچین تصمیمی میگیرن، قاعدتاً باید ارزششون از اوضاع احوال اقتصادی این باشه که اوضاع به طرف بهبودی نمیره، قرار اقتصاد افت پیدا کنه و کند بشه و در نتیجه به نیروی کار کمتری احتیاج دارن و تصمیم گرفتن بیکار کنن مردم را. این اوضاع احوال اینطوریست. حالا باید دید که در ماه ژانویه و فوریه و دو سه ماه آینده چه خواهد شد. اگر مسئله واقعا فقط سرمای شدید بوده و همون هم باعث شده که فعالیت‌های ساختمانسازی متوقف بشه، و چون ساختمانسازی در واقع نقش مهمی در اشتغال داره هم به طور مستقیم هم غیر مستقیم، هوا که بهتر بشه قاعدتا باید اوضاع احوال در ماه‌های آینده بهتر بشه، ولی اگر در دو سه ماه، به یک ماه هیچ وقت نمیشه تکیه کرد و تعمیمش داد که خوبه یا بده، ولی سه ماه آینده رو باید در نظر بگیریم، یا کوارتر اول سال ژانویه فوریه مارچ، ببینیم اونجا چه خواهد شد. اگر صرفا به خاطر مسئله سرما بوده، با فروکش کردن سرما باید اوضاع به حالت عادی برگرده و بهتر بشه، ولی اگر مسئله ریشه‌ای‌تر باشه و حکایت از اوضاع نابسامان اقتصادی بکنه، اون وقت متاسفانه بوی خوشی از اوضاع احوال اقتصادی برای سال آینده نخواهد اومد، یا بهتر بگم برای سالی که درش هستیم. متاسفانه با آخر این قسمت از برنامه رسیدیم جناب شهری. سوالات دیگر این بود، از جمله این که می‌خواستم ببینم که چرا با توجه به اینکه اینقدر پول دارن خرج می‌کنن در اقتصاد، ولی هنوز نزدن واقعا جاب مارکت اینو راه بندازن. اینو می‌ذارم برای هفته آینده اگر، چون این وقت این بخش از برنامه ساعتش تموم شد. نکته بسیار مهم و سوال بسیار بجایی است که همونطور که خواستید موکولش میکنیم به هفته های بعد. بسیار خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. متشکرم، شبتون بخیر. متشکرم، خیلی ممنون. بینندگان عزیز در ادامه برنامه با ما باشید. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. وال استریت، سوداوران یا سارقان. We want our money back. جامعه، طغیان یا تمکین. مدیا، تعلیم یا تحمیق. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21، آزادی یا اسارت.
دنیا، بربریت یا بشریت؟ خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بیرحمانه؟ That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت؟ They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. All in all, it's just another brick in the wall.